بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 675 که عبارت از اووریان هایپر استیمولیشن سندروم می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که این کیس دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد اما عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم میگردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان میکنیم و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما امکاری نمایید تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما اکایه می کنه که یک خانم جوان 29 ساله می باشه سابقه سگرت کشیدن نمی داشته باشه مریض نزد شما به امرجنسی رو میارن امرا با ازدیاد اصرت های تنفسی از یک هفته به این طرف همچنان مریض از دلبدی، تورم بدنی، دردهای بدنی، دردهای صدری طرف راست و صرفه های خشک همشاکی می باشه مریض سابقه انفرتالیتی داشته و از زرقیات انتراماسکولر استروجن و پروژسترون استفاده می کنه همچنان دو هفته قبل نزد مریض هورمون کوریونیک گونودو تروپین هم تطبیق شده می باشه عادت ماهوار اخیر مریض تقریبا هفت هفته قبل از پرزنتیشن می باشه از نقطه نظر فیزیکال اگزامنیشن یک خانم جوان می باشه در مادرت رسپراتری دسترس قرار می داشته باشه. وایتال ساین مریض، عرکات تنفسی مریض، 25 در یک دقیقه یعنی تاکیب نیا، تاکی کاردیا عرکات قلب مریض 130 در یک دقیقه می باشه. نقاط مثبت در فیزیکل اگزامینیشن در ماینات ریوی طرف راست صدر به عرقات تنفسی شرکت نمی کنه. همچنان با قره دل و با ازغا آوازهای تنفسی به طرف راست صدر شنیده نمیشه. همچنان در ماینات بدنی بدن مریض دستنشن و استیک تریل جاز میگرده. در اطراف سفلی مریض وان پلاس پیتنگ او دیما جاز میگرده. بقیه ماینات فیزیکی در نزد مریض ان رمارکبل می باشه. در ماینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک لوکوسیتوس 23 هزار همچنان در نزد مریض همو یعنی هموگلوبین مریض 16.8 و همتو کرید 48 بلند می باشه. همچنان در ماینات لابراتوری هرمون کوریونیک گونودوتروپین 220 فوقلاده بلند می باشه. نزد مریض ارتریال بلاد گس صورت می گیره در رومیر هایپر و های ای گریدین هایپوکسیمیا نشان میده و ماینات لابراتوری ان ریمارکبل می باشه چه سکسری در نزد مریض صورت می گیره اگر شما توجه کنین رایت هیمتورکس و پاسیف آی می باشه همچنان اگر توجه کنین قلب به طرف مقابل تیله شده می باشه رایت همدا فرام به درستی دیده نشده انترکاستال سپیس نظر به طرف مقابل بزرگتر می باشه تمام این نقاط دلالت به ماسیف رایت ساید پلورال افیوژن می کنه همچنان کتسکن سکن می دیستینل ویو با کانتراست برای شما اینجا نشان داده می شه. اگر توجه کنین رایت ساید ماسیف پلورال افیوژن که می به طرف مقابل تیله کرده می باشه البته اویه در اینجا امرا با کانترست مملو می باشه البته اینجا ترانک پلمونری آرتری لفت مین پلمونری آرتری رایت مین پلمونری اسندینگ آورتا دسندینگ آورتا را با وضاحت دیده می دانی. در این وقت نزد مریض تورا انجام میشه پلورال فلوید پی ایچ 7.62 در آلت نرمال پروتین فوق بلند یعنی 4.4 گرام پر دیسی لیتر دی ایچ هم بلند می باشه که دلالت به با پلورال فیوژن می کنه همچنان باید به خاطر داشته باشین ماینات ما پلورال فلوید از نقطه نظر گرامستین کلچر و سایتالوجی بر ملگننسی نگتیف می باشه خلاصی مریض دوباره خدمت شما تقدیم کنم تشخیص تشخیص تفریقی و اپروچ تان باید به خاطر تان باشه یا خانم جوان 29 ساله می باشه برای گرفتن حمل از استروژن پروژسترون و هورمون گونودو تروپین استفاده می کنه. مریض از یک هفته به این طرف امرا با اسرت های تنفسی، سرفه های خشک، دردهای های صدری و همچنان دردهای های بدنی نزد شما مراجعه می کنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامنیشن نزد مریض ماسیف رایت ساید پلورالی فیوژن و اسایتس تشخیص میگرده البته اسایتس و ماسیف رایت ساید پلورالی فیوژن امرا با چست اکسری و کت هم تایید میگرده البته در تور سنتیسس اگزودیتیف پلورالی فیوژن میباشه بناهن به مرحله اول در تشخیص خود اوورین هایپر استیمولیشن سندروم باید به خاطر داشته باشین همچنان میتانین که در تشخیص خود هپاتیک هایدروتورکس شامل کنین که معمولا در اشخاصی که پورتال هایپرتنشن و کرونیک لیور دیزیس و یا لیور سیروس می داشته باشه دیده شده می تانه. همچنان انتانات انفکشن دیزیس و همچنان ملگننسی باید در تشخیص تفریقی شما شامل گرده البته در نزد مریض سابقه کرونیک لیور دیزیز انتانات و ملگننسی وجود نداره به تشخیص شما اوورین هایپر استیمولیشن سندروم می باشه در این وقت نزد مریض ترانس وژینال صورت می گیره البته لفت اوورین و همچنان رایت اوورین مولتیپل سیستیک شادو نشان میده. نزد مریض تورسنتیسیس به دفعات متعدد صورت گرفته و در حدود 9.6 لیتر پلورال فلوید از پلورال کاویتی طرف لاست تخلیه می گرده. آیسته آیسته وز مریض بیبود بود آسل می کنه از شفاخانه رخصت و شش هفته بعد به کلینیک به مریض اپاینمنت می دان. البته متاقبه شش هفته بعد نزد مریض دوباره چست سری صورت می گیره اگر شما توجه کنین ای چستک سری در وقت بستر شدن و ای چست سری شش هفته بعد از تداوی کانسرویتیف و تورا سنتیسیس کاملا به آلت نرمال بر می گرده. مرواریت هایی که دکتر جوان ما در باره از این کیس دلچست که عبارت از اووریان هایپر استیمولیشن سندروم می باشه قرار زیل می باشه. اوورین هایپر استیمولیشن سندروم از جمله اختلاطات ادوی انفرتلیتی می باشه. اوورین هایپر استیمولیشن سندروم اوصاف زیل را می داشته باشه. یعنی بزرگ شدن تخمدان ها مولتیپل اوورین سیست و کپلری لیک، کلاسیفیکیشن اوورین هایپر استیمولیشن سندروم بالای سایز فولیکول ها و اعراض و علائم مریض می باشه. از نظر کلینیک متعاقب کپلری لیک یک مقدار زیاد مایات انتراوسکولر لیک کرده باعث انتراوسکولر والیم دپلیشن یک آلت شاک، ترت سپیسنگ، ای و بعض اوقات باعث ترومبو امبولیزم می گرده. البته باید به خاطر داشته باشین پلورال افیوژن در اووریان آیپر استیمولیشن سندروم در حدود 25 تا 30 فیصد واقعات دیده شده میدانه. البته از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی واسکولر اندوتیلیل گروت فاکتور در ریگولیشن پرمیبلیتی و انجیوجانیس فوق در رول عمده و ایره باعث پلورال افیوژن و اسایتس میدانند. در قسمت پاتوفیزیولوژی اووریان هایپر استیمولیشن سندروم باید خاطر داشته باشین مریضایی که مقدار زیاد هورمون کوریونیک گونادوتروپین برای انفرتلیتی گیرند هورمون کوریونیک گونادوتروپین باعث ریلیزی واسکولار اندوتیلیال گروت فاکتور و انترلوکین 8 از گرانولوزا لوتین سل اووری میگرده و البته ای باعث انکریز واسکولار پرمیبلیتی انجیوجینیسیس و انکریز لوکل انفلمیشن میگرده البته ریسپتور های برای واسکولار اندوتیلیل گروت فاکتور در تمام عضویت وجود داشته و یک مقدار از این ها در پلورال کاویتی و پریتونیم وجود داره که باعث تشکل پلورال فیوژن در نزد مریضا میگرده در قسمت تداوی مریضای اووریان هایپر استیمولیشن سندروم معمولا شفای خود به خودی می داشته باشه مریضایی که لارج پلورالی فیوژن می داشته باشند و سمتوماتیک می باشند در نزد مریضا تور سنتز استوسیه می گرده فول ریزولوشن اف روز با کار می داشته باشه در بعض واقعات عاملگی تا سی هفته هم دوام می کنه به خاطر موجودیت هورمون کوریونیک گونادوتروپین البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیسا را امرای ما تعقیب می اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این احساس یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریت های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن، ماینات لابراتوری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود دارد. که البته با استفاده از این نقاط شما می آیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بنابراین یک سسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره ما یقین کامل داریم با بزرگواری که داره این ای اشتباهات ما را افوه می کنی. همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکتر فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا اتیاهو تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم